بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان برنامه خود را آغازگر هستیم و سلام های گرم ما را پذیرا باشین همراهان همیشگی برنامه روی خط زندگی. خیلی خوش آمدین به برنامه امروزی، صفا آوردین. انشالله که سلامت و تندرست باشین و ممنون از اینکه باز هم انتخاب شما شبکه تلویزیونی تمدن هست و مشتاق هستیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. همراهی شما خوبان رو با خودمون داریم و امیدوار هستم که بحثی که امروز انتخاب کردیم مورد استفاده و کاربرد شما از آن قرار گیره تا باشه. در یک شنبه های قبلی در خصوص نقش والدین به صورت جداگانه، یعنی نقش پدر و نقش مادر در تربیت دینی کودکان با هم صحبت کردیم و بارها در برنامه روی خط زندگی گفته شده که کودکان در واقع تقلید میکنن و تاثیرپذیر هستن از اطرافیان خودشان، از محیط آموزشی، از محیطی که در اطرافشان وجود داره و تمام اینها دست به دست هم میده و حلقه تربیتی کودکان تشکیل میده. پس این حلقه تربیتی میتونه که عوامل مختلفی در اون نقش داشته باشه، مثل خانه، مکتب، والدین، معلمان و افراد دیگه‌ای که کودکان ما با او سر و کار داره. امروز این موضوع انتخاب کردیم که واقعا مکاتب چه نقشی در تربیت دینی کودکان میتونن داشته باشن. روی هم امر مهم دعوت کردیم از سرکار خانم نیلوفر هاشمی، کارشناس امور تربیتی، و ان شاءالله از صحبت های ایشان استفاده خواهیم کرد. عرض سلام دارم خدمت شما خانم هاشمی عزیز، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم حسینی عزیز و عوامل محترم برنامه و بینندگان گرامی که در خانه تماشاگر این برنامه خوب هستن. زنده و سلامت باشین. تاعت واسون قبول، تشکر زی که دعوت ما رو پذیرفتین. سلامت باشین، لطف دارین از شما هم همچنین. زنده باشین. خانمشم عزیز، شما رو زحمت دادیم و تشکر زی که زحمت ما رو قبول کردین. در خصوص نقش مکتب در تربیت دینی کودکان می‌خوایم صحبت بکنیم. ما خوشبختانه در هفته‌های قبل در خصوص نقش پدر و مادر جداگانه صحبت کردیم و باید ناگفته نمونه و چشم پوشی نشه که در واقع مکاتب هم خیلی نقش بسزایی دارن در خصوص تربیت کودکان. این نقش تربیتی را اختصاص دادیم به بُعد دینی. در ابتدا میخواییم صحبت های شما در خصوص جایگاه و اهمیت مکاتب در زندگی کودکان بشنویم. بسیار خوب. در رابطه با جایگاه مکتب در زندگی خصوصی کودکان باید بگیم که مکتب جایگاه ویژه‌ای میتونه داشته باشه در زندگی کودکان، چرا که معمولا کودکان تا سن 6 سالگی در محیط خانه هستند و بیشتر با پدر و مادر و خواهر و برادر و اقارب خودشان آشنا هستند و از محیط خانه اونقدر به صورت دوامدار خارج نشدن. لذا وقتی که بعد از سن 6 سالگی وارد مکتب میشن و با یک محیط جدید برخورد میکنن، با افراد جدید برخورد میکنن و همچنین دوستان جدیدی پیدا میکنن، بله، مکتب یک جایگاه خاص و ویژه و قابل تعاملی را برای شاگردا داره، حتی زمانی که برای کودکان داره، حتی زمانی که از مکتب وارد خانه میشن و فرصت هایی رو که میتونن با خانوادهشان صحبت کنن کوشش میکنن بیشترین صحبت هایشان در رابطه با مکتبشان باشه و در رابطه با کارهایی که در مکتب صورت گرفته، فعالیت هایی که انجام دادن، حتی کوشش میکنن که بیشتر در رابطه با مهمترین شخصی که در مکتب برایشان مهم است، مثلا معلم، صحبت کنند. لذا ورود کودکان از محیط خانه به محیط مکتب اونها رو وارد یک دنیای جدید میکنه. این دنیای جدید میتونه خیلی آرمان‌ها و آرزوها رو در ذهن اونها شکل بده و یک جایگاه خاصی را برای مکتب اینها قائل باشن. بسیار. یعنی مکتب به عنوان یک محیط جدید یا به عنوان تحت عنوان خانه دوم میتونه تاثیرگذار بر خاصگاه و تاثیرگذار بر خاصگاه تمام کودکان باشه. بسیار خوب. پس در واقع آینده کودکان میتون رقم بزنه. اون چیزی که برای خانواده خیلی مهمه خانم هاشمی عزیز، خب الحمدلله مسلمان هستیم و همیشه به این باور بودیم که از یک طریقی باید آموزه‌های دینی و اسلامی به کودکان ما تعریف شه و اونها شناخته شه. در واقع میتونم بگیم مکتب یک محیط آموزشی هست که میتونه روی بحث تربیت دینی کودکان هم تاثیرگذار باشه. این تاثیر شما چگونه تعریف میکنین که خود مکاتب چه نقشی میتونه در تربیت دینی کودکان داشته باشه؟ در رابطه با تربیت دینی کودکان ما میتونیم بگیم دو عامل بسیار زیاد مهم است، یکی خانواده و دیگه مکتب. و مکتب به صورت مکمل تربیت خانوادگی یک
کودک میتونه باشه. معمولا تا سن 6 سالگی کودک هر چیزی که در خانه میبینه به او باور میرسه، از طرف والدینش، پدر و مادر یا اقارب خودش، هر اون چیزی که میبینه به او باور میرسه که اینها حتما مسائل درستی هستن، باورهای درستی هستن. و زمانی که وارد مکتب میشه کوشش میکنه که باورهای خودش در مکتب هم تطبیق بده و اونها را او باورهای خودش در وجود معلم و همسنفی های خودش هم ببینه. اما کم کم بعد از گذشت روزهایی که در مکتب سپری میکنه، ممکن هست که یک ذهنیت بسیار خاصی در ذهن کودکان ایجاد شود که آیا باورهایی که من در خانه داشتم باورهای درستی است نسبت به چیزهایی که من امروز در مکتب یاد گرفتم، یا باورهای غلطی است. اگر او کودک در یک خانواده بزرگ شده باشه یا رشد کرده باشه که او خانواده به دنبال دین بودن، به دنبال مسائلی که واقعا میتونه در تربیت دینی کودکشان تأثیر گذار باشه بودن، خب ما هم در مکتب میتونیم که کودک بیشتر به طرف دین سوق بتیم، خیلی راحت تر میتونه به طرف دین سوق بتیم. اما اگر که کودک در خانواده بزرگ شده باشه که نسبت به مسائل دینی به تفاوت باشن، مسلماً در مکتب به باور رساندن کودک به مسائل دینی کار مشکلی میشه و به زمان بسیار زیادی نیاز دارم. لذا ما برای تاثیرگذاری مسائل دینی در مکتب، ما باید شاگردها رو تقسیم بندی کنیم، به کاتگوری های مختلف تقسیم بندی بشن. باید از این آگاهی پیدا کنیم که در چه خانواده بزرگ شده، در چه سطح از مسائل دینی قرار داره، چه اعتقاداتی داره، و نظر به آگاهی که ما در مکاتب میتونیم که نسبت به کودک پیدا کنیم، روند تاثیرگذاری کارهای ما را در مکتب روشن‌تر بسازیم. و این کار یک مقدار کار مشکلی هست برای شاگردهایی که مثلا طیف سنی 10 سال تا 18 سال سپری میکنن، اما برای دانش آموزایی که طیف سنی 6 سال الی 10 سال دارن این کار آسان‌تر است و ما با برخورد با شاگردها و نظاره کردن به رفتارهایی که میتونه در محیط مکتب انجام بده، میتونیم که تصمیم بگیریم که از چه راهکارها و چه روشهایی میتونیم استفاده کنیم که مسائل دینی رو بتونیم در کنار نصاب درسی خود ما برای این کودکان در نظر بگیریم. یعنی بحث تربیت دینی یک رابطه دوستی هست میان مکتب و خانه. و هر چقدر که خانه نسبت به این موضوع اهمیت قائل شده باشه در مکتب، یعنی کار معلمان و کادر اداری اینها میتونه آسان‌تر باشه. اما در صورتی که خانواده به تفاوت باشه، کمی کار برای معلمین و کادر اداری واقعا مشکل میشه. یقینا اشاره کردین که راه‌های مختلفی وجود داره بخاطر اینکه یک مرکز آموزشی به نام مکتب بتونه تاثیرگذار باشه روی تربیت دینی کودکان. وقتی ما وارد مکتب میشیم، در واقع عوامل مختلف وجود داره: کادر اداری، کادر آموزشی، بحث محیط مکتب، برنامه‌های درسی، همون کتب درسی که وجود داره. یقینا تمام اینها نقش داره. اگر شما اجازه بدید می‌خوایم دانه دانه رو بحث بکنیم که هر کدوم چقدر میتونن تاثیرگذار باشه. اولین نقش مهمی که فکر میکنم داره معلم هست، خصوصا برای طیف سنی که شما اشاره کردین 6 تا 10 سالگی، معلم در واقع یک اسوه قدرت برای خودش نشان میده. این معلم ها چگونه میتونن تاثیرگذار باشن در محیط مکتب روی تربیت دینی کودکان؟ در رابطه با تاثیرگذاری معلم میتونیم بگیم که عموما طیف سنی 6 سال تا 10 سال به گفته شما معلم الگوی خودشان قرار میدن. حتی یک مدتی که اینها وقتشان در مکتب سپری کنن، نسبت به گپ پدر مادر خودشان هم گپ معلمشان هم میپذیرن. راه های بسیار زیادی وجود داره که یک معلم بتونه که کودکان به آموزه های دینی آشنا کنه. معمولا معلم باید ابتدا از خودش شروع کنه و آموزه های دینیش در قالب گپ نباشه، باید بیشتر در عمل نشان بده که بله، شاگرد بتونه یا همون کودک بتونه که آموزه‌های دینی رو بپذیره و وارد اعتقادات خودش بسازه. مثلا من که به عنوان یک معلم این وظیفه رو به عهده دارم که بعضی از مسائل دینی را مثل نماز، مثل روزه را، مثلا اخلاق خوب و احسان به پدر مادر رو بخوام به یک شاگردم یاد بدم یا بخوام به یک کودک یاد بدم، باید او آموزه‌ها رو به صورت عملی و عینی برش نشان بدم. مثلا زمانی که ما در صف حضور داریم، شاگرد در صف حضور داره، صدای اذان میشنویم، باید به تفاوت از کنار اذان نگذریم
و در رابطه با اذان توضیح بدیم، حتی یک نماز کوتاه هر چند به صورت تمثیلی باشه بتونیم که ده همون صنف خود ما داشته باشیم که مثلا اونم کودک با اهمیت نماز آشنا بشه، درک بکنه که درک بکنه معلم که مهم هست. دقیقاً بسیار. یا مثلا در رابطه با اخلاق صحبت میکنیم که باید با پدرت این رقم رفتار کنی یا با مادرت این رقم رفتار کنی، رفتارت باید خوب باشه. عملا باید در صنف بفهمن مصداق رفتار خوب چی است. اگر که خودش با خشونت رفتار کنه با شاگرد یا با همون کودک، او هیچ وقت مصداق رفتار خوب با پدر مادر خودش درک نمیکنه. یا اگر با هم صنفی اونم کودک به صورت نادرست برخورد کنه، اون هیچ وقت معنای محبت درک نمیکنه. پس عموما معلم باید به صورت عملی کاری انجام بده، رفتاری را از خودش نشان بده که آموزه‌های دینی خود به خود به کودک انتقال پیدا کنه، چون ذهن اون کودکان پاک هست، معمولا هر آن چیزی که میبینن او را برداشت میکنن و نظر به دیده‌های خودشان هم رفتار میکنن. معمولا کودکا با صحبت کردن و نصیحت کردن و بعضی از موعظه ها هیچ وقت امور دینی رو یاد نمیگیرن و نمیتونن که در زندگی خودشان به کار بگیرن. اما در خدمت خانم هاشمی هستیم. خانم هاشمی عزیز، یکی از عواملی که اشاره کردیم بحث محیط آموزشی هست. عزیز شما، آیا محیط آموزشی مکاتب میتونه که تاثیرگذار باشه روی تربیت دینی کودکان یا نه؟ طبعا محیط آموزشی هم یکی در قسمت مکاتب یکی از عواملی هست که میتونه تاثیرگذار باشه. محیط آموزشی که فعلا در سطح افغانستان وجود داره یک مقدار متاسفانه معیاری نیست نظر به فعالیت هایی که بخوایم برای در عرصه دین انجام بدیم، کمی معیاری نیست. متاسفانه نصابی که معارف افغانستان در نظر گرفته برای تدریس شاگردان نصاب ثقیل و سنگین است و در این محیط آموزشی بیشتر عوامل کوشش میکنن که بیشتر در بخش تدریس و تطبیق نصاب که از طرف معارف در نظر گرفته شده برای شاگردا بیشترین فعالیت های خودشان را داشته باشن. لذا تربیت دینی و تربیتی که باید در کنار تعلیم وجود داشته باشه به صورت چشمگیر در محیط های آموزشی وجود ندارن. خیلی کم پیدا میشه در افغانستان مکاتبی که واقعا برای مسائل دینی فرصت بذارن و وقتشان در اختیار شاگرده قرار بتن تا تربیت دینی را حداقل بنیانش قرار بتن. ولی باز هم مکاتب دیده میشه که محیط آموزشی تاثیرگذار بوده، از کارمندهای امنیتی که به دانه دروازه حضور دارن تا همون مدیری که مدیریت میکنه مکتب است. اینها همه باید دست به دست هم بتن که محیط مناسب کنن و محیط آماده بسازن برای تربیت دینی دانش آموزا. و اگر که هماهنگی بین اعضای این محیط وجود نداشته باشه، هماهنگی بین اونمو معارف افغانستان و محیط آموزشی وجود نداشته باشه، متاسفانه تربیت دینی رو باید ببینیم که باید بگیم که بسیار کمرنگ میشه در سطح مکاتب و این کار باید از طرف بالا جای ها مثل معارف و خود دولت افغانستان صورت بگیره. بسیار خوب. در واقع زمانی رو که ما میتونیم اختصاص بدیم برای تربیت دینی در یک محیط آموزشی بسیار زمان اندکی است، بسیار زمان کمی است. با حجم ثقیل درس ها واقعا اون زمان برای ما کفایت نمیکنه و این خلأ در محیط های آموزشی وجود داره، اما جایگاهش هم داره که بتونه به توان برسه و این خلأ برطرف کنه، اما زمانش یک مقدار محدود است. زمانی که در اختیار محیط های آموزشی قرار داره محدود است. بله. در کنار معلم و محیط آموزشی ما یک مجموعه داریم به نام تحت عنوان برنامه‌های درسی آموزشی، همین کتاب‌ها و یا چپترهای کمک آموزشی که ارائه میشه از طرف مکاتب.
یا برنامه‌ای که در حاشیه گرفته میشه به خاطر مناسبت‌های دینی یا هر مناسبت دیگه‌ای که وجود داره، به نظر شما اینها میتونن تاثیرگذار باشه روی تربیت دینی کودکان؟ در رابطه با تربیت دینی کودکان باید بگیم که بله، این مسائل تمامش تاثیرگذار است. تجلیل از اعیاد مذهبی، تجلیل از ولادت‌ها، شهادت‌ها و همچنان همین ساخت کتاب‌های کمک آموزشی که از طرف خود مکاتب هستن، اینها تاثیرگذار است، خصوصا برای کودکان. اگر که ما یک کتابی موافق درسی در نظر بگیریم یا چپتری که موافق درسی در نظر بگیریم و نکات آموزشی دینی را در قالب قصه های آموزنده، در قالب رسامی ها و نقاشی های شاد برای اونها جایگزین کنیم، میتونیم که در کنار فعالیت های درسی خودم آموزه های دینی ما رو حتما به صورت معیاری تدریس کنیم و به شاگردا آموزش بدیم. خود همین کتاب ها خیلی تاثیر، کتاب هایی که از طرف خود مکتب البته در قسمت ترویج دین و اسلام تهیه میشه، خیلی تاثیرگذار است. چون وقتی که کتاب ها تنظیم میشه، خانواده ها مجبور هستن که در خانه به خاطر همون روند درسی هم با بچه های خودشان کار کنن، با کودک های خودشان کار کنن و همین گفتاری که یا تأکیدی که از طرف خانواده به خاطر رسیدن به یک کتاب وجود داره و از طرف معلم به خاطر یادگیری این کتاب ها وجود داره، مسلماً میتونه که کودک در بالا بردن سطح امور دینی کمک کنه. و همچنان بشرم گفتم برگزاری مجالسی که تجلیل میکنه از ولادت ائمه، از ولادت پیامبرای ما و همچنین از شهادت اونها، وقتی که یک سخنرانی صورت میگیره، یک مدحی دیوی اعیاد یا در همه شهادت ها صورت میگیره، خودش باز هم ذهن کودک میبره به سمت سوی آموزه های دینی. حتی اقل کسایی که واقعا بخواین، کودک هایی که واقعا بخواین یا نوجوانه که واقعا بخواین، با همی تجلیل کردن از مراسم ها ممکن است حتی به مطالعه بپردازن، ممکن است که در خانه سوالاتی را از خانواده هایشان بپرسن که برای اونها مفید باشه در عرصه آموزه های دینی، یا از معلمین خودشان بعضی از سوالات بپرسن در عرصه آموزه های دینی، و اینها در محیط آموزشی میتونه که تاثیرگذار باشه. باز هم در صورتی که ما بتونیم که زمانی را عیار بسازیم که اینها هم درس هم مسائل فرهنگی در کنار همدیگه بتونن یک تعاملی رو ایجاد کنن. بسیار خب. یک موضوع در بین هر سن اشاره کردیم، بحث سوال ها. خب کودکان تا زمانی که در خانه هستن یقینا یک سوالاتی در مورد خدا و چیستی خدایی که کجا هست مطرح میکنن، ولی متاسفانه اکثرا میبینیم با نکوهش والدین مواجه میشن. چون خب باید قبول بکنیم که خانواده های ما متاسفانه در اون حد نیستن که بتونن جواب قانع کننده در حد کودکان برای کودکان خودشان ارائه بکنن. این مشکل در مکاتب متاسفانه وجود داره. با نوجوانی یا با کودکی مواجه میشیم که ذهنش درگیر یک سری مسائل دینی و مذهبی هست، عزیز شما بهترین نحوه برخورد با این شبهات و پرسش هایی که کودکان در محیط مکتب دارن چی میتونه باشه؟ زمانی که یک کودک سوالاتی رو میپرسه که در رابطه با هستی یا در رابطه با خدا، در رابطه نوع آفرینشش وجود داره، باید قبول کرد که پاسخ دادن در صورتی که اطلاعات کافی وجود نداشته باشه، پاسخ دادن به این سوالات گاهی سخت میشه. در قسمت پاسخ دادن به این سوالا ما باید، اگر که توانایی پاسخ دادن داریم، باید پاسخ بدیم در حد فهم خود کودک یا در حد فهم خود نوجوان. اما اگر که واقعا توانایی پاسخ نداریم، نباید جوابی را بگیم که او را نه تنها راهنمایی کنه، بلکه او را گیج کنه، بلکه او را سردرگم بسازم و نتونه که به جواب قطعی که باید برسه برسه. لذا باید ازش زمان بخوایم یا حتی او را وادار به یک تحقیق بکنیم، بگین تا زمانی که تو اینمی تحقیق انجام میدی در رابطه با سوالی که پرسیدی، سوال خوبی پرسیدی، سوال به جای پرسیدی، ولی تا زمانی که خودت یک تحقیق کوچیک بکنی و به جواب سوالت کم و توم برسی، من هم یک مطالعه میکنم و دقیق تر به تو پاسخ میتم و پاسخی باید بهش بتیم که واقعا جنبه علمی داشته باشه. چون کودک است یا نوجوان است و او پاسخمو بر ذهنش میمونه، ممکن است که یک وقتی واقعا بر در رابطه با صحبت ما یا پاسخ ما تحقیق کنم. و اگر که ما پاسخی به او داده باشیم که درست نباشه، عینیت نداشته باشم، باز هم در قسمت مسائل دینی یک مقدار بی اعتبار میشیم و ذهنیت همو کودک نسبت به ما خراب میشه و ای بود لطمه وارد میکنه به همو روش های تربیتی
خود ما پاسخ باید حتما داده شود، اما پاسخ به جا، پاسخی که دفتن نباشه، در صورتی که ما آگاهی نداشته باشیم دفتن نباید اونها رو پاسخ بدیم یا جواب رد بهش بدیم، باید با کمی صحبت کردن و وادار به تحقیق کردن خودش بسیار. جواب سوال او رو حتما در زمان مناسبش برش بدیم، یا حتی میتونیم برش کتاب معرفی کنیم، میتونیم کتابی بهش معرفی کنیم که نظر به همو کتاب و مطالعه او کتاب بتونه جواب خودش هم بگیره. متاسفانه فعلا در حال حاضر با هجوم شبکه‌های مجازی که وجود داره، شبکه اجتماعی که وجود داره، و متاسفانه بعضی از رسانه‌های ما با برنامه‌هایی که برای کودکان و نوجوانان پخش می‌کنه، ذهنیت کودکان نسبت به آموزه‌های دینی خیلی کم شده و خیلی کم به دنبالش میرن. این زمینه رو باید خود ما ایجاد کنیم. اگر ما با وجود هجوم شبکه‌های اجتماعی که خیلی از فساد ترویج میکنه، یا با شبکه‌هایی که فساد ترویج میکنه، اگر ما هم نتونیم عاجز بانیم در مقابل سوالاتی که کودکان و نوجوانان نسبت به هستی یا نسبت به دین از ما میپرسن، ضربه خیلی سنگینی را به اونها وارد کردیم که شاید جبرانش بسیار مشکل باشه یا ناممکن باشه. همراه کننده برنامه روی خط زندگی هستین و سپاسگزاریم از اینکه همچنان ما را همراهی میکنین. چونچه که با شما عزیزان بحث به پیش بردیم، دانستیم که مکاتب تاثیرگذار هستن روی تربیت کودکان ما. خیلی خوب است که دقت بکنیم که کدام مکتب و کدام مراکز آموزشی را انتخاب میکنیم برای اینکه فرزندان ما در اونجا حضور پیدا بکنن به خاطر امر تعلیم و تربیت، چون خواه ناخواه روی تربیت کودکان ما میتونن تاثیرگذار باشن. در خدمت خانم هاشمی هستیم و ان شاءالله از صحبت ایشان استفاده خواهیم کرد. خانم هاشمی عزیز، با تشکر از صحبت های قبلیتان، یک مشکلی که وجود داره با تمام راههایی که اشاره کردیم و بحث کردیم در خصوص اینکه مکاتب چقدر تاثیرگذار هستن روی تربیت دینی کودکان، اما گاهن میبینیم که راه‌های جذابی را انتخاب نمی‌کنن. یعنی اون جذابیتی که باید وجود داشته باشه روی این روش‌هایی که معلمان یا مراکز آموزشی انتخاب می‌کنن به خاطر تاثیرگذاری روی تربیت دینی وجود نداره. عزیز شما چگونه می‌تونیم تاثیرگذاری را بیشتر بسازیم و این تاثیرگذاری همراه با جذابیت باشه، چون همچنان در ذهن کودک ماندگار بمانه؟ بسیار خوب. در این زمینه ما زیاد دیدیم در خیلی از مکاتب حضور داشتیم و نحوه برخوردی که از طرف کادر تدریسی و اداری مکاتب صورت گرفته در رابطه با آموزش علوم دینی زیاد دیدیم و زیاد مطالعه کردیم. در این قسمت معمولا کسایی که عوامل هستن کوشش میکنن که بیشتر با سخنرانی و همچنان با نصیحت کردن و موعظه کردن شاگردان یا کودکان به دین دعوت کنن و همچنان دین به اونها یاد بتن، آموزه های دینی رو به اونها یاد بتن. متاسفانه گفتم در عصری قرار داریم که شبکه های مجازی بسیار زیادی وجود داره و برنامه های جذاب تلویزیونی بسیار زیادی وجود داره که معمولا کودکان و نوجوانان رو به خودشان جذب میکنه. و اگر ما بخوایم که در مکاتب یا در هر جای دیگه، در هر نهاد دیگه که فقط بخوایم با سخنرانی و لکچر دیگران رو دعوت کنیم، کودکان رو دعوت کنیم به دین، ای متاسفانه جواب نمیتن. معمولا کسایی که ای از مسئولیت به عهده دارن باید روحیه کودکان رو بسنجن، روحیه نوجوان رو بسنجن که با چی بهتر یاد میگیرن. مثلا ما کودکایی داریم که بیشتر کودک ها، البته کودکایی داریم که در نمایش خیلی چیزها رو میتونن درک کنن. اگر ما بتونیم که مثلا آموزه های دینی رو در بعضی از مراسم های ما یا حتی در صنف های درسی خود ما به صورت نمایش ارائه کنیم، خیلی راحت تر کودک جذب میشه به همون مسئله ای که مورد بحث ما قرار گرفته. یا اگر بتونیم یک مقدار طنز واردش کنیم، وارد امو آموزه های ما بکنیم، بیشتر کودک ها جذب میشن، بسیار نوجوان ها جذب میشن. اون رو از قالب خشک بودن باید خارجش کنیم. ما میبینیم که در بسیاری از مواقع کوشش میکنن که با گریه کردن مثلا شخصیت یک ائمه رو معرفی کنن، اما این گریه کردن ها ما رو
نه تنها به سمت دین سوق نمیده، بلکه نسل جدید گریزان میکنه. نسل های گذشته بودن، درست است، چون امکانات کمتر در اختیارشان بود، چون از لحاظ اجتماعی کمتر با تهاجم فرهنگی روبرو بودن، با موضع کردن و نصیحت کردن و مددهی های مختلف و یا با بعض روزه های مختلف میتونستن که دین بگیرن، آموزه هایش یاد بگیرن و عملی کنن. اما در عصر قرار دادیم که دیگه موعظه کردن و گریه کردن برای ائمه یا همچنان مثلا مددهی ها و روزه های مختلف جوابگو نیست. ما باید کمی شیوه های ما را تغییر بتیم، باید کمی عملی تر ای آموزه ها را به دیگران یاد بتیم. از شخصیت های علمیشان باید صحبت کنیم، شخصیت های علمیشان را باید به نمایش بگذاریم. از اگر میخوایم شخصیت حضرت علی علیه السلام معرفی کنیم با سخنرانی نمیشه، باید عدالت حضرت علی علیه السلام وقتی میخوایم معرفی کنیم باید عدالتش در عمل ما پیاده کنیم. یا اگر که میخوایم به کودکان معرفی کنیم باید یک مثلا یک نمایشی، یک تمثیلی بسازیم که عدالت حضرت علی علیه السلام در اون نمایانگر باشه. یا حتی برای بزرگترها باید زمانی که من حرف از عدالت حضرت علی علیه السلام میزنم باید عملا خودم هم عدالت در مقابل از اونها رعایت کنم، تبعیض قائل نشم بین شاگردها، بین کودکا یا بین نوجوانها. یا زمانی که یک مراسمی رو برگزار میکنیم اون مراسم یک تنه به کارمندان اصلی یا معلمین واگذار نکنیم، از خود شاگردا کار بکشیم، بگیم که تو امیره بر من هر قسم میشه، مثلا با هر توانایی که داری تو شخصیت حضرت علی علیه السلام رو به من معرفی کن. اجازه بدیم که به زبان خودشان شخصیت حضرت علی علیه السلام بر ما معرفی کنن، اجازه بدیم به زبان خودشان ائمه رو برای ما معرفی کنن، یا اجازه بدیم که با دیدگاه خودشان، با ذهنیت خودشان بیاین بگن که مثلا احکام به چه صورتی انجام میشه و آموزه های دین رو از حالت اجباری بودن خارج کنیم، به اونها فرصت بدیم، به اونها زمان بدیم که خودشان تجربه کنن، خودشان خیلی از مسائل بر ذهن خودشان بگیرن و در رفتار ما هم ببینن. اون زمان هست که از حالت خشک بودن خارج میشه، وقتی که کارم به خود کودک واگذار شه یا به خود نوجوان واگذار شه، یک جذابیت خاصی، یک شوق خاصی داشت ایجاد میشه که من حتما یک ویژگی دارم که این کار به من محول شده، من حتما یک ویژگی دارم که به من گفتن که در رابطه با فلان مسئله دینی تو باید صحبت کنی، یا در رابطه با این احکام اسلامی تو باید یک تمثیل یا یک داستانی یا یک مسابقه رو ترک کنی. یا حتی مثلا همین مسئله مسابقه، باز هم بگیم باید از حالت لکچر و سخنرانی ما خارج شویم. میخواییم بعضی از احکام به دانش آموزا یاد بتیم، چرا رو در قالب مسابقه نیاریم؟ یک کتاب جذابی رو ترک کنیم، تنظیم کنیم توسط کسایی که در این برهه تجربه دارن، یک کتابی بسیار زیبایی رو تنظیم کنیم، تقدیمشان کنیم، تقدیم دانش آموزا ایر مطالعه کنین، ما در این زمان از شما یک مسابقه میخواییم، یک مسابقه برگزار میکنیم و در کنار این مسابقه برای شما خیلی تفریحات در نظر میگیریم، خیلی جوایز خوب در نظر میگیریم. تمام این راهکارها میتونه که تشویق کنه کودک و نوجوان نسبت به این که مسائل دینی برایش جذاب شه و بتونه که این مسائل دینی رو درک کنه و در عمل خودش هم پیاده کنه. بسیار خوب. یعنی ما در عصر امروزی نیاز به ابزار امروزی داریم. دقیقاً به ابزار امروزی نیاز داریم. شبکه‌های مجازی را باز هم میگم، وقتی که شبکه‌های مجازی را ایجاد میکنیم برای بعضی از تبلیغات دینی ما، بله، باید ببینیم تمام شبکه‌های مجازی که ممکن است که آموزه‌های نادرستی داشته باشه، ما میتونیم با استفاده از روش‌هایی که اونها دارن اون روش‌ها را در قالب دینی استفاده کنیم و جذابیتی رو که باید در دین ایجاد کنیم و جذابیت ایجاد کنیم. خواهم هاشمی عزیز، خواهم سعادت شما میکنم. 2 دقیقه فرصت داریم، در این 2 دقیقه میخواییم یه رو صحبت بکنیم که هستن مکاتبی که نسبت به بحث بود دینی کم انگیزه هستن و یا واقعا کم رنگ عمل میکنن در این راستا. به نظر شما عدم توجه به بعد دینی مکاتب، بعد تربیت دینی مکاتب چه تأثیری میتونه روی فرزندان این جامعه داشته باشه؟ در قسمت عدم توجه مکاتب تأثیرات منفی خودش واقعا زیاد داره، چرا که وقتی که در یک صنف
تعداد زیادی شاگرد قرار میگیره، مثلا 30 شاگرد قرار میگیره، از تربیت‌های مختلف هستن. معمولا کودکان و نوجوانان از یکی دیگه تأثیر میپذیرن. زمانی که در یک مکتب توجهی به آموزه‌های دینی نشم، یک کودکی ممکن در یک خانواده مثلا خانواده کلان شده باشه که برای دین ارزش قائل هستن، برای روزه، برای نماز یا برای احکام اسلامی ارزش قائل هستن، اما یک شاگرد دیگه در یک خانواده کلان شده باشه که برای آموزه‌های دینی ارزش قائل نیستن و به تفاوت هستن، اگر این دو نفر دوست شوند و در کنار همدیگه قرار بگیرن و مکتبم هیچ توجهی نداشته باشه، معلم هیچ توجهی نداشته باشه، به مرور زمان او کودک میتونه تأثیر بگیره از روزه خوری همسنفی خودش. وقتی که اینقدر راحت این روزه میخوره، پس من هم به راحتی میتونم روزه خودم رو بخورم. اگر مکتب توجه نداشته باشه به نماز مثلا دانش آموزا، وقتی که دوست من اینقدر راحت نماز نمیخونه، به تفاوت از کنار نماز جماعت میگذره یا به اذان به تفاوت است، پس من راحت میتونم که نماز نخونم. تاثیرپذیری دوست ها و همسالان نسبت به یکدیگر خیلی زیاد است و اگر ما اینو نتونیم در مکاتب کنترل کنیم و در مکتب به آموزه های دینی به توجه باشیم، مسلما هم صنفی ها از همدیگر الگو برداری میکنن و به مراتب مشکلات بسیار زیادی رو میتونن که ایجاد کنن. تشکر میکنم شما خانم هاشمی عزیز، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید، استفاده کردیم از سلامتی. برای شما روز موفقیت داریم. خدا نگهدار.